دو تا سانحه دادن که زمستانی که بهار. کیس اول هم بیروشیون بود که متاسفانه تلفات جانی داشت، بیروش 62 که حالا بیرلی وارد سند هوای ایران شده بود و متاسفانه قابلیت های پرواز توی هوای ایران رو نداشت. خدمت هم شد نرمال پرواز نشست، وسط های بان بود. حالا در حال میشه رو بیر الهام دیبی یا هر چیزی بود که بیم چیز شد که این پرواز میخواد از بان خارج بشه، سرعتش نرمال نیست. به هر علتی برحال این به این قبولنده شد که پرواز تذکر بدم. پرواز گفتم approaching end of runway دو مرتبه گفتم و خلبان فرکانس رو فلاک کرد، فلس کرد و صداش همیشه تو گوشم هست، این صدای یه همچین حالتی و متاسفانه از باند خارج شد. نفتاری رو کند که از خواب شدیدی بلند شد، اون صحنه تو زنم محو نمیشد، اون خاکی که بلند شد من پا شدم میکروفون دستم بود داد میزدم دارن از باند خارج میشه رفت از پوزیشن دوم هم ایمانت متعدد که یا چون خیلی کنترل کرد منو گرفته بود، میگفت بشین روز صندلی ناراحت نباش، فریاد میزدم من خودم متوجه نمیشدم، فقط دردخواب شدید میدم تا اینکه دردخواب فروکش کرد، دیدم هواپیما رو به چه صورت هست، خب آروم شدم فکر میکردم هواپیما نرمال، ولی بعد متاسفانه خبر بدی شنیدم. صحنه خیلی فجیع برام تعریف کردن، کاش تعریف نمیکردن. جنازه‌ای که برام مسافرین که از بستن جور هواپیما میفتادن بیرون و چرخ هواپیما رو بدن اینا رد میشده، متاسفانه از این سانحه مدیران شرکت آریا هم بودم، شون هم فوت شدم، 17 نفر توی سانحه فوت شدم. حسی که اونا تون هواپیما داشتن، ردیف های جلو هواپیما مسافرین میرن پایین تا ردیف پنجم براشون یه اتفاق میفته، اصلا کابوس شبانه شده برام. حالا الحمدلله خدا سلامت به شکر تو این کیس مقصر شناختم شده، من هر جایی که رفتم به عنوان مطلع رفتم، به عنوان متهم نرفتم توی سوانه، ولی چند کیس تموم شد. حالا به علت درگیری بعد از کیس پروازی که روی آسمان داشتیم تا تقریبا بعد از پوزیشن من حتی ساعت 7 که باید شیفت چینج میشد پوزیشن دست من بود، خب با همون استرس داشتم کار میکردم، مدیریت میکردم، اومدم پوزیشن دیگه جدایی را تغییر کردم، مثلا مشهد نداشت، اسیست رو داشتم اونجا کنترل زمینه رو عهده گرفت، من پروازه که روی چیز بدن باند رو بسته کام کردیم، از باند دیگه من استفاده کردیم، برخواست شیفت تموم شد، شیفت تموم شد اومدیم پایین. خب یک از دوستان ما رو دید، گفت چیکار کردی؟ توضیح دادم براشون، ایشون خیلی آرامش خوب من داد، لزوم یک شخصایی که به حال اشخاصی که کار کشته باشن اینجا کاملا نمود پیدا میکنه، ایشون اون آروم کرد، گفت چیکار، گفتم اینطوری بوده، گفت مطمئن باش برات مشکل ایجاد نمیشه. برای ما کنترل ما پرواز متاسفانه خوشبختانه بعد از که سانحه اتفاق میفته اولین چیزی که تو ذهنمون میاد اینه که من چیکار کردم، نکنه خفتی کرد، نکنه جمله رو اشتباه گفته باشم، نکنه کمیکاستی گذاشته باشم که این کمیکاستی پای منو گیر بده، یا به هر حال وجدانن خون این افرادی که به هر حال ریخته شد گردن من باشه، خب آدم نمیتونه خودش رو ببخشه. خب سیستم متاسفانه خوشبختانه نظام اون زمان اینطوری بود که سیستم اداری که شما فردا صبح باید میومدید برای پلیس تحقیق سانه چون فوت داشت، تا ساعت 2 صبح رو نگه داشتن تا قاضی کشیم اومد. خب ببینید کسی که سانه داره از 7 شب تا 2 صبح نه امکاناتی نه چیزی نه محلی برای استراحت نه محلی که بشن، هر کسی میاد از سوال میکنه که چی شد، باید برای همه توضیح بدید، جدات نکردن تو سیستم توی مدت که همه به دسترسی دارن، هم کارا میان چی کار کردی، هی سانه رو توضیح بدید، اصلا فشار شدید عصبی میاد. موندیم تا ساعت 2 صبح، 2 صبح گفتم بریم مرزن، تا 2 صبح از صبح شیف بوده نه کسی ما رو مشایعت کرد نه مرزن، خودمون رفتم خونه مگه میتونیم بخوابیم، بچه ها رو فقط تلفن آگاه کردیم که خانم همون که من یک مسئله پیش اومده نمیتونم، پشت وایس نباید، پشت تلفن نباید اطلاف بدیم، مسئله امنیتی خودتون میتونیم. رفتم خونه بچه ها نگران بیدار بود خانم هم، گفتم گفت چی شده، گفتم جریان اینطوری شد. خب اصلا فضای خونه همون اصلا متحول شد، همه
بچه ها نارون بیدار شدن دور من گرفتن. تو اینکه خب پیش تلویزیون باز کردیم اصلیم صدام حقمی وزارت خونه توضیح دادن در مورد سانه، گفتن که کنترل ما کارش درست انجام بده، به پرواز گفته حالا اون چیزی با قابل فهم برای مردم باشه تبدیل کردن و مردم توضیح دادن. خب این مقداری استرس ما کم شد و بالاخره سیستم کار رو پذیرفت. خب اومدیم گفتم که دو روز بعد فردا روز بیایم مسئول صدام حرف کنیم و تمام این جریان رو باز دوباره برای مدیر عامل شرکت و آقایم توضیح دادیم تو جمع. چهار روز بعد بریم تهران، هیئت روسی اومدن برای اونا بیاییم توضیح بدیم این قضیه را. هیئت روسی نشستن با کارشناس صدام هواپیمایی توی محفلی و توضیح بدیم تمام این جریان رو باز ما توضیح دادیم براشون. اونا خب خیلی مواظب باشیم چی بگیم، یه بار کلمه ای نگیم که اونا برام خواسته باشن کشور ما رو متهم بکنن توی این قضیه. اون مسائل عرقی و بالاخره اینا خیلی با احتیاط جریان تعریف کردیم براشون. اینا دیدیم براشون خیلی یک مسئله، حالا چون اینجا جاش نیست که من کیس رو توضیح بدم که چی بود، دیدم براشون خیلی جا افتاد. و بعد از اون دیگه تقریبا این درگیری اداری برام کم شد، ولی کم این قضیه برای من بود تا اینکه متاسفانه 6 ماه بعد کیس توپولوفی که مستدر هستیم توی باند مشهد به علت دید کم کرش داد، اون اتفاق افتاد. اونم خب من همه کار عملیات درست انجام داده بودم، ایستگاه نظامی آماده باش رو دید انجام می پرواز اومد به علت خط خلبان هارد لندینگ کرد و هواپیما روی باند تیکه تیکه شد. خدا رو 100 هزار مرتبه شد میکنم که توی اون ثانیه دید 50 متر بود، من اون هواپیما رو ندیدم اگر نران اینجا نبودم. شما دید هواپیما رو ببینید روی باند تیل کنده میشه، بال سمت راست بال سمت چپ، چرخ جلو چرخ عقب، تیکه تیکه میشه هواپیما توی تاکسی به دارد مسافرین با اون طرز پیاده میشن، هواپیما آتیش گرفته. خب ما ندیدیم دید 50 متر بود، فقط کنترل میکردیم عوامل زمینی رو و پروازه گروهی که داشتیم. دو شب بعد از کیس توپولوف که ما رفتیم دادگاه شد، رفتیم شیفت شب بعد که میشه یه روزانه بعد تقریبا 5 شب بعد، متاسفانه توی همان هوا ما رو پوزیشن گذاشتن. به سرکشی گفتم من شیفت شب قبلی توی همین هوا سانحه دادم، نمیشه من نتیز؟ گفت نفر نتیز. خودم که متوجه نمیشم، حالا آقایی که اطبایی هستن اشکال که اصلا اونا میدونن که چه حالات و چه فشار روی ما داره. من تیک آف لندینگ میدادم، پرواز داشتم، کارم انجام میدادم، از سیستم هم حافظ دادم. گفت علی چه حد تیک آف لندینگ میده رنگت میپره؟ نمیدونم، من الان هر هواپیمایی که میشیده هر کنی که برم چه میگم توپولوفه ای، الان میخواد سوبان تیکه بشته باشه، الان میخواد همون اتفاق چون نمیبینم، الان همون دید پنجاه متر و همون دید حد اقل مینیموم که حالا مشهد داشتیم رو، اون دیر مینیموم الان داریم ما. خب ما ترسولان تو اون وضعیت پوزیشن نشستیم. من مدتی گذشت، رئیس اداره من رو خواست، گفت که دبیر بچه ها باید مشکل دارن. گفتم که چه مشکلی؟ چی مشکل؟ گفت خیلی حالا اصطلاح عوامان خیلی گیر میدیم، خیلی به اسیست فشار میاری، خیلی به فرمان من اسم از سانحه دادم. من الان هر هواپیمایی که تکاف لندینگ میکنم یک سانحه میبینم. ایروشین چطور شد از باند خارج شد؟ چطور شد وسط باند؟ سرعتش نرمال بود، حالا خدا خواست من اون اکشن رو گرفتم، ولی میبینم توپولوف میشینه با اون سرعت از اون سرعت بالاتر، میگم این خواهد باند خارج شد. الان که از باند خارج شد اساس آماده باش که دست رو دارو کرش آنها. مدارک پزشکی من هست، خودتون بهتر بودیم، من هر 6 سال یک بار چه که پزشکی من برای 47 سال یک بار، من فشار خونم نرمال بود، الان فشار خون من حداقل 16 به 10، کلسترول نداشتم الان کلسترول دارم. با این که دوستان که دوباره من هستم، من دوستم من خیلی مسئله تبسانتی رو آفرد خیلی تو تقضیه مسئله رو با همه رو اصاف کنم، این مشکل دارم زود عصبی میشم، زود از کوره در میرم. حالا میگه تو اصلا اون علیه قبلی نیستی، چرا اینجوری شدی؟ متوجه نمیشم خودم، یعنی نمیدونم چیه، چون هیچ دکتری هم تشخیص نمیدونم، نمیدونم، فقط
یه مدتی هست که تقریبا چند سالی درگیر آرتروز گردنم. پیش پزشک رفتم گفتم که همچه مشکل دارم، گفت موتیکال کجاست؟ گفتم که ایتیسی هستم. ایشون گفت که شما استرس دارید تو موتیکال. گفتم نه من استرس آدم رو دستی هم. گفت نه، شما وقتی وارد اون سیستم میشی خود اونجا اصلا محیط کار اونجا باعث میشه که شما از تو موقع کار کردن عضلات تو منقبض میکنید و این فشار گردن میاره به آتف گردن. الان من برگی پزشکی دارم که یک پوزیشن خاص توی یک تایم خاص به من باید استراحت و البته خب نمیتونیم تیمو فشار بیاریم روش بگیم آقا سر کشید من این تایم بذار استراحت کنم، ولی از متخصص درگه دارم که یک تایم خاصی بعد از 4 ساعت کار کردم من باید استراحت کنم، چون اگر آرتروزم برمیگرده سردرد شدید گردم درد شدید و این هم متوجه شدم که از عوارض همین سال هستش. شاید بتونم به جرأت بگم هفته یک بار یه هواپیمایی میبینم که از باند تو خوابم، یه هواپیمایی میبینم که از باند خارج میشه و آتیش میگیره و من هرچی میخوام کرش آلارم رو بزنم دستم نمیرسه، میخوام حرف بزنم نمیتونم حرف بزنم، با یک استرس از خواب بیدار میشم تا میشم که قدم میزنم برمیگردم. ما شیفته شب یک تایم استراحتی داریم تو محیط کار و فقط به هیچ وجه نمیتونم تو محیط استراحتی که هست توی شیفت شب بخوابم، چون اصلا اون محیط جوری بگم اصلا نمیتونه بیام یه لحظه خواب رو بده که بتونم بخوابم. داغم از سر هم الان برای فشار خونم و به حال فکر میکنم احساسی بوده که توی این مدت انسان هبرم داشته، ولی که البته حالا الحمدلله توی تو سانحه من هیچ کدوم مقصر شناخته نشدم، تشویر از وزیر راه گرفتم در کیسی بدشین توی کیس توپولوف از مدیر عامل وقت. همیشه با خودم میگم که منی که توی این سوانه مقصر شناخته نشدم، هر جا رفتم مطلع بودم متهم نبودم، لازم اینه اینقدر فشار استرسان اون بند خدایی که خدای نگه تو سانه مقصر باشه اون میخواد چیکار کنه با این روی کردی که متاسفانه سیستم داره به این قضیه و این برخوردی که میشه بعد از چی به دست حالا کم بوده نیرو فضایی داره. خواهش دارم از دوستان برای شما دوستان که پیگیر این قضیه هستین حداقل استانداردها رو بتونیم در مورد تکلیف سانحه داده حداقل استانداردها رو بتونیم پیاده کنیم تا این عوارض کم بشه. من میتونستم یه آدم عادی باشم بعد از سانحه، ولی الان به نظر خودم عادی نیستم، به نظر تمام دوستان اطرافیان آدم عادی نیستم، اون علی قدیم نیستم، حتی تو خانواده هم تو پدر مادرم با یکی خیلی احترامشون دارم اونا میگن تو قبلا سریعتی هست بشتیم.